نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآني. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطاني وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآن. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سوره مبارکه محمد هست و این سوره از سوره های مدنی قرآن مجید هست. ربط این سوره با سوره های گذشته حوامیم سبعه که شما خواندید ربط و مناسبت اینه که از سوره های گذشته از مطالبی که در اون سوره ها بود مشخص شد، خدایان باطله و معبودانی که مشرکان اونها را می خواندند، اونها مالک هیچی نیستند، نه مختارند، نه متصرف و مدبرند، نه فریاد کسی را می شنوند، نه به دعای کسی می تونند اجابت بکنند، نه شفاعتی را توانایی دارند، هیچی در دست اونها نیست. و این توحید است. حال در سوره محمد می فرماید شما به خاطر این موضوع توحید جهاد کنید، با کفار بجنگید، مرد باشید، قوی باشید و در مقابل کفار شما قوی باشید، بجنگید، با کفار مبارزه بکنید. پس موضوع سوره مبارکه محمد صلی الله علیه وسلم جهاد هست. خلاصه این سوره، این سوره دو بخش دارد. بخش اول از الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله شروع میشه تا والله یعلم متقلبکم و مثواکم. بخش دوم از اونجا به بعد و یقول الذین آمنوا تا آخر سوره. در بخش اول تقابل صفات مؤمنین و مشرکین هست که مؤمنین دارای چه صفاتی هستند، مشرکین دارای چه صفاتی هستند، و بعد جزا و پاداش هر یک. جزا بر اساس صفت داده میشه، لذا در بخش اول هم صفات مؤمنین و مشرکین و هم پاداش هر یک.
و همچنین حکم و ترغیب الی الجهاد. این بخش اول سوره است و در بخش دوم بیشتر زجر بر منافقین است که منافقین در جهاد شرکت نمی کردند، مال مصرف نمی کردند، مانع تراشی می کردند. اکثر سوره هایی که در اون سوره ها بحث جهاد هست، در اون سوره ها شما می بینید که منافقین مورد مذمت قرار گرفتند. دلیلش هم همینه که بیشتر نفاق انسان به وقت سختی معلوم میشه. وقتی که سختی نباشد، یسر باشد، آسانی باشد، مشکلی نباشد، خب معلوم نمیشه کی مؤمن واقعی مخلصه و کی منافقه. وقتی که شدائد سختی ها مشکلات باشد، بالخصوص جهاد، دستور جهاد صادر بشه، اون وقت میبینی که منافق عقب نشینی میکند، منافق مانع تراشی میکند، خودش را نشان میده. بنابراین در بخش دوم این سوره رد است بر منافقین و مذمت اونها. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. این بیان حال مشرکین است، کسانی که کفر کردند و باز داشتند از راه خدا یا باز آمدند. صدوا فعلی هست، هم به معنی لازم و هم به معنی متعدی. صدوا عن سبيل الله، خودشون باز آمدند، در راه خدا نرفتند، یا اینکه دیگران را باز داشتند، متعدی اگر بشه. هر دو معنا مفسرین ذکر کردند، اینجا درسته. اضل اعمالهم، الله تعالی ضایع میگرداند و نابود میگرداند اعمالشان را، اعمال صالحشان را. باز این آیه با آیت آخرین آیه سوره گذشته هم یه ربط دیگه هم بیان کردند که به صورت سوال و جواب است. اون اینه که اونجا خواندیم فهل یهلکوا الا القوم الفاسقون. الله تعالی منظور از قوم فاسقون اینجا مشرکین هستند. الله تعالی در اون جمله فرمود که اینها دیگه برایشون هلاکت است، برایشون نابودی است، برایشون جهنم هست. خب کسی سوال میکنه مگر کفار در دنیا هیچ عملی نکردند، هیچ خیری از اونها صادر نشد، در حالی که خیلی کار خیر کردند. باز اون کارهای خیر، اون اعمال خوبشون من جمله صله رحمی و صدقه، خدا را فریاد زدن و هرچی که اونها انجام دادند از کارهای خوب، آیا اونها به حساب نمیاند؟ اینجا جواب داده شده که الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. به دلیل همون کفر، به دلیل ضلال و اذلال، اونها همه اعمالشون نابود میشه، همه اعمالشون تباه میشه، الله اعمالشون را از بین میبرد، عملی برای اونها باقی نمیماند. خب عرض کردیم که مقایسه هست، تقابل هست بین صفات مؤمنین و صفات کفار. اون صفت کفار، صفت مشرکان، والذین آمنوا، این بیان حال مؤمنین هست. آمنوا قوه اعتقادیه، عمل الصالحات قوه عملیه. لذا الله می فرماید والذین آمنوا وعمل الصالحات، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. و آمنوا بما نزل على محمد. ببینید بعد از بعثت نبی خاتم، ایمان بر رسول الله صلی الله علیه وسلم شرط. این جمله را فرمود و آمنوا بما نزل على محمد. شما پایینش بنویسید کیفیت ایمان، چه ایمانی. یهود و نصارا هم میگفتن ما مؤمنیم، دیگران هم خودشون را مؤمن میدانستن، ولی تا زمانی که بر محمد صلی الله علیه وسلم و
و تعلیمات محمد ایمان نیاورند، تا اون زمان ایمان ایمان مقبولی نیست. لذا و آمنوا بما نزل على محمد، بما بنویسید تمام، ایمان بیاورند به تمام آنچه که نازل شده بر محمد صلی الله علیه وسلم. پس لا اله الا الله تا اینجا کامل نمیشه. محمد رسول الله، محمد رسول الله معنیش همینه که باید هم به توحید ایمان داشت و هم به رسالت ایمان داشت، و اونجوری که محمد صلی الله علیه وسلم راهنمایی میکند باید ایمان آورد. لذا الله میفرماید و آمنوا بما نزل على محمد، و ایمان بیاورند به تمام آنچه که نازل میشه بر محمد، یعنی به قرآن. و هو الحق من ربهم، در حالی که این حق است از جانب رب، حق است از جانب رب قرآن، و یک حقیقتی هست، یک واقعیتی هست که در این که از جانب رب هست هیچ شکی نیست، تنزیل من رب العالمین. لذا به این ایمان داشته باشه. خب کفر عنهم سیئات، اونجا نتیجه کفر و صد عن سبیل الله، عن سبیل الله را چی خواندیم؟ اضل اعمال، اون جزای اونها بود، این جزای اینهاست. کفر عنهم سیئاتهم، دو تا نتیجه اینجا الله تعالی بیان می فرماید. اولین نتیجه اینه که خداوند سیئات را کفاره می فرماید، از بین می برد، این دفع ضرر است. یعنی اگر اشتباهی کرده، لغزشی کرده، گناهی کرده، به برکت ایمان و عمل صالح و ایمان به محمد و اتباع محمد، کفر عنهم سیئاتهم، الله عز و جل تمام سیئات و بدیهایشان را کفاره می فرماید. و دومین پاداش، دومین نتیجه و ثمره که جلب منفعت است، شما بنویسید دوم جلب منفعت. و اصلح بالهم، اصلح بالهم ای اصلح حالهم، الله حالشان را خوب میکند، یعنی وضعشان خوب میشه، نه اینکه فقط خطر از اونها دفع میشه، نه اینکه مشکل از اونها دور میشه، بلکه احوالشان در بهشت هم چی میشه؟ خوب میشه. پس ببینید اونها اضل اعمالهم، اینها کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، این تقابل است. این جزا چرا متفاوت است؟ به خاطر اینکه صفات متفاوت است. حال الله تعالی دلیل را بیان می فرماید، دلیلش چیه که کفار اضل اعمالهم، مؤمنین عکس آن، اصلح بالهم. الله می فرماید ذالک بان الذین کفروا اتبعوا باطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم. این دلیل هست و این دلیل هم على طریق لف نشر مرتب است، به همون ترتیبی که صفات بود، به همون ترتیبی که جزای اون دو بود، به همون ترتیب دلیل هر یک. این به سبب این هست که کسانی که کفر کردند اتبعوا الباطل، پیروی باطل کردن، پس نه به خاطر اینکه از فلان فامیل بودند، از فلان نسب بودند، به خاطر منشی و روشی که اونها اختیار کردن، اتبعوا الباطل. اما وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم، آنانی که ایمان آوردن، پیرو حق شدن، حقی که از جانب رب شد، که پایینش بنویسید که سبب موفقیت است، یعنی اتباع حق چیه؟ سبب موفقیت است. كذلك يضرب الله للناس امثالهم، این گونه بیان می فرماید الله عز و جل برای مردم، امثالهم، امثالهم یعنی احوالهم، صفاتهم. خداوند این گونه صفات هر دو گروه را بیان می کند تا هر کسی که می خواهد موفق بشه کدوم صفات را بگیرد، و اگر نمی خواهد موفق بشه بازم بره به طرف کفر. بس الله تعالی احوالشان را این گونه بیان می فرماید. فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، این موضوع سوره هست،
بعد از بیان صفات مؤمنین و مشرکین، حال الله تعالی می فرماید ببین این چیزی که مؤمن را بارز کرده ایمان است، توحید است، یکتا پرستی است، و اون چیزی که مشرک را پست و ذلیل کرده شرک است. لذا الله تعالی می فرماید که با اینها باید بجنگید، باید اینها را از پای درآورید که اینها دشمنان خدا هستند، با خدا شریک می گیرند. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هرگاه شما ملاقات کردید و مواجه شدید، روبرو شدید با کسانی که کفر کردند، فضرب الرقاب، زدن گردنها، ای فضرب الرقاب ضربا، یا فضرب ضرب الرقاب. این ضرب الرقاب چی هست؟ مفعول مطلق برای فضربو. فضرب الرقاب ضربا، شما گردنهایشون را بزنید، سرشون را از تنشون جدا بکنید. حتی اذا اثخنتموهم، حتی زمانی که خوب اونها را از پای در آوردید، یعنی اونها را در معرکه و در میدان عاجز کردید و اونها را شکست دادید، فشد الوثاق، شد الوثاق یعنی محکم ببندید، محکم اونها را ببندید، معنیش اینه که اسیرشون بکنید. هم در جنگ با کفار، با مشرکین کشتنشون جایز هست و هم اسیر کردنشون جایز است. بعد از اینکه اسیر شدند، فاما منن بعد و اما فداء حتى تضع الحرب اوزارها، یا منت با اونها، منن یعنی تمنون، منن با منت اونها را رها کردن، یعنی طلبی بر اونها بودن، بدهکار ما باشند، یا اینکه و اما فداء یا تفدون فداء، از اونها فدیه بگیرید و بعد از فدیه رهایشون بکنید. بعضی گفتند که این حکم الان نیست، ولی نه، اکثر علما معتقدند که این حکم به جای خودش هست. شرایط جهاد بستگی دارد به شرایط زمان. در یک شرایطی فدیه خوب هست، در یک شرایطی کشتنشون خوب هست، در یک شرایطی عرض کنم که آزاد کردن و بر اونها منت گذاشتن و احسان کردن خوب هست، هر چی که امیر مسلمانان مصلحت بداند. حتی تضع الحرب و اوزارها، حتی که جنگ بذارد وسایلش را، اسلحهش را، معنیش اینه که جنگ تمام بشه، پایان بشه تا اون زمان. پس تا اون چه زمانی هست؟ اسلام یا استسلام، یا اینکه اونا مسلمان بشن یا تسلیم بشن، دیگه طبق دستورات اهل دین، اهل اسلام، اونا زندگی بکنند، تمرد و سرکشی نکنند. در رابطه با جهاد انشاءالله یه مطلبی که جهادی که اسلام مشروع فرموده، که امروز هم حکم جهاد، نه امروز بلکه تا قیامت هست، اما چه نوع جهادی هست، انشاءالله یه بحث مفصلی خواهیم داشت. ذالک میفرمای مفسرین ای افعلوا ذالک، این را انجام بدید، یعنی اون چی که الله دستور میده به جا بیاورید. خب ولو یشاء الله لانتصر منهم، اینجا حکمت جهاد، حکمت جهاد را الله تعالی بیان فرموده، این خیلی مهم است که الله می فرماید اگر خدا بخواد خودش مستقیم وارد میدان میشه، دشمنان خودش را قل و قم میکنه، تار و مار میکنه، چرا شما را دستور داد شما بجنگید؟ الاعوذ بالله، نیاز داره به حمایت شما؟ محتاج جنگ شما است؟ نه خیر، الله می خواهد که شما را بیازماید، ایمان شما را محک بزند، شما را امتحان بکند، آیا شما واقعا با جان و دل در خدمت دین و اسلام هستید؟ الله می فرماید ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر الله می خواست انتقام می گرفت از اونها، ولكن ليبلو بعضكم ببعض،
اما برای اینکه بیازماید بعضی تان را با بعضی، بیازماید یکی را گمراه میکنه یکی را صالح میکنه، لذا باید این اصلاحات را کی به وجود بیاورد؟ داعیان، مخلصان، مؤمنان. بنابر این ببینید این که ما گاهی شرایطمون را میبینیم شرایط آشفته ای هست، شرایط ناجوری هست و ما بگیم خدا خودش درست کنه، این غلط است. خدا میتونه درست کنه، ولی خدا شما را آفریده، شما را پیدا کرده، دنیا هم دار اسباب است. خدا میخواهد احوالتون را خودتون درست کنید، با منکرات خودتون مبارزه کنید، با فساد خودتون مبارزه کنید، با ظلم خودتون مبارزه بکنید، حقوق را خودتون دنبال کنید، نه اینکه بشینی فقط دعا کنی خدایا تو خودت درست کن. این دیدگاه دیدگاه غلطی هست. یکی از علما آمده بود چند وقت پیش، اون زمان اوج مشکلات بود و فشار بود خدمت حضرت شیخ الاسلام و مولانا برش مسائل را مشکلات را بیان کرده و خیلی شرایط شرایط بدی هست، چنینه چنانه. اون عالم بزرگوار گفته بود خدا مگه خودش درست کنه؟ مولانا ناراحت شد، مولانا فرمود من بهش گفتم اگه خدا خودش درست کنه من تو را چرا پیدا کرده؟ بس من تو چه کاره هستیم؟ این آیه هم همینه میگه، اگر خدا بخواهد خودش وارد میدان بشه انتقام بگیره از دشمنانش، بس من شما برای چی؟ ما شما خب ادعای داریم، ما میگیم ما برای دین خدا هر نوع قربانی هر نوع مجاهده آمادگی داریم، پس الله عزوجل میخواد بیازماید شما را که شما آیا مؤمن واقعی هستید، این اندازه جربوزه دارید که برای دین خدا مال صرف کنید جان بدید، یا نه فقط ادعا هست. لذا الله می فرماید ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر الله می خواست انتقام می گرفت از آنان، ولكن لیبلو بعضكم ببعض، اما تاک بیازماید بعضی را بعضی از شما را به وسیله بعضی ها گمراه، بعضی کافر مشرک و بعضی مؤمن. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، لذا اگر جنگیدید اگر کشته شدید، الله می فرماید کسانی که کشته شدند در راه الله، فلن یضل اعمالهم، هرگز اعمالشان تباه نمیشه نابود نمیشه، یکی اینه که اعمالشون ضایع نمیشه. این معنا هم غلطه درسته، اما یک معنای بسیار جالبتری، معنای بسیار جالبتری مفسرین ذکر کردند، غالبا مولانا عبیدالله سندی رحمه الله که یکی از مفسرین انقلابی هست ایشون بیان کرده، اون اینه که کسانی که در راه خدا کشته میشوند، فلن یضل اعمالهم، معناش اینه که برنامه هایشون ناموفق نمیشه، برنامه هایشون. ببینید شما یک برنامه دارید، برنامه تون اینه که همه اهل زمین، همه انسان ها همه دیندار بشند، همه ربانی و با خدا باشند. شما میخواهید که روی این زمین خدا فساد از بین بره، شما میخواهید اینجا اصلاح بیاد، خب به این خاطر شما میجنگید، به این خاطر شما جهاد میکنی، اگر جهاد کنی کشته بشید، بعدا کیه که این برنامه را به پیش ببره؟ لذا خونی که در راهی ریخته میشه، در راهی و در هدفی و آرمانی که خونی که ریخته میشه، بعد اون هدف و اون آرمان از بین نمیرود با ریختن خون، بلکه این خون چیش میکند؟ تقویتش میکند. فلن یضل اعمالهم، معناش اینه که اینهایی که شهید میشن کشته میشن در راه خدا، فلن یضل اعمالهم، هرگز اعمالشان
از بین نمی رود، به این معنی که برنامه‌هایشون نیمه کاره نمی ماند، ناموفق نمی شه، بلکه به پیش می رود. اونها کشته بشن برن پیش خدا، در بهشت می رن، ولی اینجا هدفشون برآورده می شه. خب این در دنیاست. فلن یضل اعمالهم، پس اگر این تفسیر را بکنیم در دنیاست، در آخرت چه خبره؟ سیهدیهم و یصلح بالهم، این ثمره اخروی هستند. ان قریب الله آنها را راهنمایی می کند، و یصلح بالهم، و اصلاح می فرماید بالهم ای حالهم، احوال اونها را. خب کسی اعتراض بکند که هدایت در دنیا است، اونجا دیگه هدایت تمام شد، اونجا چطور خدای تعالی هدایتشون میکند؟ مگه میشه که انسان بعد از مرگ هدایت بشه؟ این خاطر شما بنویسید در تمامی مواقع آخرت، منظور از هدایت، هدایت دین نیست، هدایت دین در دنیا حاصل شد، در مواقع آخرت راهنماییشون میکند، مثل قبر و حشر و صراط و غیره، در همه جا اونها راهنمایی میشند و اونها به مشکلی برخورد نمی کنند. سیهدیهم و یصلح بالهم، ان قریب الله آنها را راهنمایی می فرماید و حالشون را اصلاح می فرماید، و یدخلهم الجنة عرفها لهم، الله آنها را داخل بهشت می گرداند و عرفها لهم، عرفها لهم معین کرده آن بهشت را برایشان. اینجا تعریف به معنی چی است؟ تعیین است. الله بهشت را برای همین افراد معین کرده، اینهایی که در راه خدا کشته میشن، در راه خدا جان میدن، در راه خدا مال میدن، در راه خدا همه چیزشون را مصرف میکنن. خب پس این صفت، صفت مجاهد است، صفت مؤمن هست. بعد از این الله عزوجل دعوت میده به طرف متصف شدن با این صفت، به طرف اینکه بیایید به این سمت و سو. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، ای مؤمنان، کسانی که ایمان آوردید، ان تنصروا الله، ای ان تنصروا دین الله، اگر الله را یاری کنید، دین الله را یاور باشید، ينصركم، الله شما را یاری می کند. بنویسید در زمان مبارزه، شما وقتی که حامی دین خدا هستید در مبارزه خدا شما را یاری می کند، و یثبت اقدامکم، و شما را ثابت قدم می گرداند در مقابل دشمن. در مقابل دشمن چنان ثباتی خدا به شما می ده که تمام دنیا و اهل دنیا حیران بماند که اینها چی هستند. واقعا گاهی انسان ثبات و صفات مجاهدین را میشنود، کسانی که در راه خدا به حق جهاد میکنند، به راستی و درستی جهاد میکنند و بر اصول پایبند هستند، میبیند تا 10 نفرشون 1000 نفر را، 100 نفر را، 200 نفر را حریف میشه. چه ثباتی، چه استقامتی، اصلا از مرگ نمیترسند، به پیش میروند. این همه نصرت الهی هست، کمال ما انسان ها نیست، این وعده ها هست که داره چی میشه؟ محقق میشه. و یثبت اقدامکم والذین کفروا فتعس لهم و اضل اعمالهم. اون صفت مؤمنین بود، این صفت کفار و مشرکین، کسانی که کفر کردن، فتعس لهم، هلاکت برای اونها. تعس به معنی هلاکت، نابودی. اینو بنویسید در دنیا به وقت مقابله، اونجا خدا فرمود مؤمنین را ینصرکم، برای کفار فتعس لهم، هلاکت، کشته میشن، شکست میخورن. و اضل اعمالهم، در آخرت، این در آخرت است، اعمالشان را تباه میکند در آخرت، اعمالشان هیچی برایشون نمیماند. ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله. علت چیه؟ علت این اعتقاد است، باور است. همه چیز برمیگرده به اعتقاد، صفات برمیگرده به اعتقاد، اعمال برمیگرده به اعتقاد، بعد جزا هم برمیگرده به اعتقاد.
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، بسبب این است که اینها ناپسند داشتند، دوست نداشتند آنچه که الله نازل فرموده یعنی قرآن را. فأحبط اعمالهم، پس این عقیده برباد کرد اعمالشان را. خب بعد از این تقابل، حال الله عز و جل تخویف دنیوی بیان می فرماید و دعوت می ده به سیر، که ما ببینیم، سیر بکنیم، بررسی بکنیم احوال کسانی را که این گونه بودند. افلم یسیروا فی الارض، آیا سیر نمی کنند در زمین؟ فینظروا، غرض سیر، ببینند کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، عاقبت و انجام کسانی که قبل از اینها بود چی شد؟ دمر الله علیهم، اینکه الله تعالی فرمود فتعسل لهم، هلاکت همینه، دمر الله علیهم، بود کرد خداوند بر آنها، یعنی همه چیز را بر آنها تباه و خراب کرد. وللکافرین امثالها، بیان سنت الله، خداوند بیان می فرماید که این نابودی، تباهی برای اونها نبود، برای همه کافرین است. وللکافرین امثالها، برای کافرین مثل اونهاست، یعنی انجام بد، انجام بد مثل پیشینیان، مثل گذشتگان هست. چرا؟ دلیلش چیه؟ این بازم مجدد دلیل، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله، بأن الله جار مجرور متعلق لتستيقنوا هستن، این بسبب این است که شما یقین کنید، شما باور کنید، به دلتون بنشیند و اعتقاد داشته باشید که بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، به اینکه الله دوست و حامی کسانی است که ایمان آوردن. الله از مؤمنین حمایت می کند، اما کافرین و ان الکافرین لا مولا لهم، کافرین حامی ندارن در مقابل الله، کسی که از اونها حمایت کند وجود ندارد. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. دوباره الله تعالی صفات مؤمنین را و صفات کافرین را در مقابل هم قرار میده، یک تقابلی هست. و ضمن اینکه تقابل هست، برای مؤمنین بشارت اخروی هست، برای کفار تخویف اخروی هست. به درستی که الله داخل میگرداند کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، جناتی، در باغاتی که جاری است از زیر اشجارش، از زیر کاخها و قصورش نهرها. والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. این تخویف اخروی هست و همچنین بیان صفات مشرکین است. الله می فرماید کسانی که کفر کردند یتمتعون، یتمتعون بنویسید در دنیا، اینها در دنیا تمتع می گیرند، یعنی استفاده می کنند، بهره می گیرند از لذات دنیا. و یأکلون کما تأکل الانعام، می خورند همان گونه که چارپایان میخورند. ببینید به چارپایان تشبیه داده شده در چه چیزی؟ میتونه تشبیه در زیادخوری و پرخوری هم باشد، ولی خب اینا مسلمانان هم دارند امروز بالخصوص. اما تشبیه اصلی به چیزی دیگه هست، به پرخوری نیست. تشبیه اصلی به این هست که حیوان میخورد و هیچ هدفی را و هیچ مسئولیتی را احساس نمی کند. اون فقط میگه من بخورم، علفی گیرش بیاد، عرض کنم که جو و گندمی گیرش بیاد، خوراکی گیرش بیاد مطابق اون جلوش باشه بخوره. اما بعد از خوردن جوابگویی هست
بعد از خوردن عملی دستوری متوجه من هست؟ نه خیر. پس اینها در این چیز مثل کفار هستند. هدف فقط خوردنه، هدف فقط تنعم و تعیش است، یا بگیم خوشگذرانی هست. این صفت صفت کفار است. مؤمنین از این صفت باید برحذر باشند. نباید مسلمانان فقط به فکر خوردن باشند، به فکر غذای خوب، به فکر لباس خوب، به فکر مسکن خوب، دیگه هدفی نیست. نه، این صفت، این شیوه مال کفار است. مؤمن خوردن برایش چی هست؟ نیازی هست، ضرورتی هست، هدف نیست. اما حیوان خوردن برایش چی هست؟ هدف هست. حیوان فقط میگردد این طرف اون طرف نگاه میکند کجا علفی گیر میاد، اون هدفش چی هست؟ خوردن است. کافر هم مثل او هست، اما مؤمن نه. مؤمن هدفش رضایت خدای عز و جل است، طاعت و بندگی هست، جهاد فی سبیل الله هست، یا در یک کلمه امتثال اوامر الهی هست، دستورات خدا را به جا آوردن است. اما کفار نه، کفار یأکلون کما تأکل الانعام، میخورند آنگونه که چارپایان میخورند. و النار مثوى لهم، این نتیجه کسی که اینگونه باشد، و النار مثوى لهم، آتش جایگاهشون هست، آتش محل سکونتشون خواهد بود. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك، این تخویف دنیوی هم هست، ضمن تسلی برای رسول الله است. شما نگران نباش، اینها آخر به کیفر اعمالشون میرسن. چقدر از قریه ها که هی اشد قوة، اون قریه ها از نظر قوت قوی تر بودن، من قريتك التي اخرجتك، از قریه تو، این قریه که تو را بیرون کردند. خب این سوره عرض کردم مدنی است، بعد از هجرته، از قریه که یعنی از مکه، مکه که شما را بیرون کردند. ببینید رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پس خودشون تشریف نبردند، مجبورش کردند، شرایط را طوری فراهم کردند که رسول الله بیرون بشه. و وقتی که رفتن دلش نمیخواست مکه را ترک بکنند. اون کلماتی که در حدیث میآید که از مکه فاصله گرفت و بعد خطاب کرد به مکه، به شهر مکه، و اظهار کرد که من دوستت دارم ای مکه و نمیخواهم، ولی وادارم کردم، مجبورم کردن. این آیه هم میگه اخرجت که تو را بیرون کردم، معلوم میشه که اخراجی صورت گرفت. لذا الله می فرماید چقدر از قریه های گذشته هستند که اهلکناهم، ما آنها را هلاک کردیم، فلا ناصر لهم، این نفی شفاعت قهری، هیچ ناصر و یاوری برای اونها نبود. این معبودان باطله که اینها می گویند ما را شفاعت می کنند، در وقت شدائد کمکمون می کنند، در قریه، در داستان قریه های گذشته ناصری نبود. نفی شفاعت قهری هست، کسی که کمکشون بکند نبود. خب باز هم اینجا الله تعالی حال مؤمنین را بیان می فرماید با حال کفار. آیا اینها با هم برابر هستند؟ افمن کان علی بینت من ربه، آیا اون انسانی که باشد بر بینه، کان بعد از کان قائما مقدر است، کان قائما علی بینه، باشد بر بینه، منظور از بینه چی هست؟ قرآن هست. بینه یعنی بیان واضح من الله، قرآن. اون کسی که با قرآن باشد، بر مسیر قرآن باشد. افمن کان علی بینه من ربه، آیا اون انسانی که بر بینه باشد، بر بیان واضحی از جانب پروردگار باشد، که من زین له سوء عملی،
این حال مشرک است. آیا این انسان مثل اون انسانی میماند که مزین و آراسته شده برایش عمل سوء و عمل بدش؟ کافر عمل بد برایش آراسته شده، شرک برایش آراسته شده، شرک میکنه، از نظر او داره بزرگترین عبادت و بندگی را داره انجام میده، بهترین کار را داره انجام میده. هیچ وقت مشرک فکر نمیکنه من دارم خدا را به خشم در میارم. و اتبعوا اهواءهم، و اینها پیروی کردند خواهشاتشون را، پس اعمالشون برایشون مزین و آراسته و تابع اهواءشون هستند. آیا اینها برابرند با اون کسی که علی بینت من ربی، که قرآن به دست دارد، بر قرآن پایبند است، بر قرآن عمل می کند، اینها برابر هستند؟ نه خیر. حال الله تعالی در این مثال یا در این بشارت و تخویف نشان میده که اینها برابر نیستند. مثل الجنة التي وعد المتقون، صفات اون جنت، اینجا مثل به معنی حال هست، صفت است. مثال بهشت یعنی احوال بهشت، صفات بهشت، صفات اون بهشتی که وعده داده شده متقین. اون بهشت چه صفاتی دارد؟ فیها انهار من ماء غیر آسن، در اون بهشت نهرهایی هستند از آب که غیر آسن، یعنی غیر متعفن، بو نمیگیرد، متغیر نمی شود. و انهار من لبن لم يتغير طعمه، این نعمت دوم. نهرهایی هستند از شیر که طعمش متغیر نمیشه، شیر در دنیا بماند کمی میماند، متغیر میشه، اونجا نه، به صورت نهر هست، همیشه جاری هست. و انهار من خمر لذة للشاربین، و همچنین نهرهایی هستند از شراب که برای کسانی که بنوشند باعث لذته. شرابی که در دنیا است لذت نیست، مسکر است، سر انسان را گیج می کند، انسان را بلا تشبیه نشه می کند، بیحال می کند، اما اونجا نه، اون لذت آور است، لذت بخش است. و انهار من عسل مصفا، و نهرهای دیگری نعمت چهارم از عسل که عسل خالص هستن، مصفا تصفیه شده، پاک شده، خالص، لذا این نهرها هستند. بعضی از مفسرین اینجا گفتند نهر کنایه از چی هست؟ کثرت است. نهر کنایه از چی هست؟ کثرت است. لذا نهر یا جو، ما هم در اصطلاح خودمون میگیم که جوی خونی بپا کردند، یعنی خیلی خون ریختند، معنیش اون خود جو نیست که یک نهری باشد توش خونها جاری بشند. کنایه از چی هست؟ کثرت خون. اینجا هم نهر بعضی میگن به معنی واقعی نهری نیست که اونجا شیر جاری باشه، عسل جاری باشه. نهر قرآن گفته کنایه از این است که خیلی زیاد تا دلت بخواد، از این نعمت ها اونجا فراوانه. ولهم فیها من کل الثمرات و مغفرة من ربهم، این نعمت دوم، اینا هم نعمت ها جسمانی هم فعلا، برای آنان در اون بهشت از همه نوع میوه ها هست، از همه ثمار هست، میوه ها هست. اما بعد از این نعمت جسمانی نعمت روحانی بیان می فرماید که جنت روحانی بهش میگیم. و مغفرت من ربهم، و دیگه برایشون مغفرت از جانب رب است در بهشت، اعلام بخشش و اعلام رضایت، این مدال بزرگی هست. کمن هو خالد فی النار و سقو ماء حمیما، لذا در گذشته مثال و صفت مؤمن بیان شد، حال الله تعالی می فرماید این مؤمن، این مؤمنی که دارای این نعمت ها هست، مغفرت هم شامل حالش شده،
این نعمتها جسمانی هم بهش رسیده، آیا اون مثل کسی میماند که هو خالد فی النار، همیشه در آتش است؟ و سقو ماء حمیما، بجای شیر و عسل و شربت سقو ماء حمیما، آب داده میشه، آب جوش، وقتی که تشنه بشه آب جوش داده میشه. فقطع امعاءهم، چنان حمیم و آب جوشی که تکه تکه می کند رودهایش را. آیا اینها با هم برابر هستند؟ مسلمه که نه، این در بدترین حال زار هست و اون در بهترین صفت و شرایط زندگی هست. لذا این تقابل هست، این کیفر کسی که کفر می کند، شرک می کند، و اون جزای کسی که ایمان دارد و در راه خدا جهاد می کند. حال الله تعالی زجر و توبیخ برای منافقین بیان می فرماید. الله می فرماید و منهم من یستمع الیک، بعضی از منافقین هستند که استماع می کنند به سوی شما، سخن شما. حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، حتی وقتی که از پیش شما بلند میشن میگن به اهل علم، اوتوا العلم یعنی اهل علم الصحابه، تمسخرا استهزاء میگه ماذا قال آنفا، چی فرمود الان، چی گفت، یعنی پیامبر چی گفت، من متوجه نشدم، این تمسخر است. ماذا قال آنفا، ای على جهت الاستهزاء، ای انا لم التفت، من توجه نکردم، چی گفتند. قرطبی میگه الله میفرماید اینها که این گونه هستند، اولئک الذین طبع الله على قلوبهم، اینها کسانی هستند که خداوند بر دلشان مهر زده، مهر جباریت، مهر حرمان از ایمان. و اتبعوا اهواءهم، این نتیجه، نتیجه اول طبع الله على قلوبهم، نتیجه دوم نه دنبال کردند خواهشاتشون را، پیرو نفسن، پیرو خواهشن، پیرو رب نیستن. خب پس این صفت، صفت منافقین است، صفت کفار است، صفت مشرکین است. اما مؤمنین والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، کسانی که بر هدایتند، هدایت شدند، زادهم هدى، الله تعالی می افزاید در هدایتشون. ببینید اونجا خدای تعالی فرمود طبع الله على قلوبهم، در مقابل اون می فرماید که زادهم هدى، اونها را بر دلشان مهر زد، اینها را در هدایتشون، در بصیرت و علمشون افزود. و آتاهم تقواهم، این و آتاهم تقواهم در مقابل و اتبعوا اهواءهم هست، و اتبعوا اهواءهم هست. اونجا پیرو خواهشات بودند، اینجا نه، اینها تقوا را الله بهشون میده، خدا ترسی بهشون میده. تقوا که باشه انسان خلاف نفس، خلاف هوای نفس عمل میکند، پس همیشه در مقابل هوای نفس تقوا هست. اما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى، واما من خاف مقام ربه، خاف مقام ربه تفسيرش چیه؟ ای و نهى النفس عن الهوى، بس خوف التقوى یعنی نهى النفس عن الهوى. این هم در مقابل و اتبعوا اهواءهم چی هست؟ و آتاهم تقواهم. لذا الله تعالی می فرماید که فهل ينظرون الا الساعه، تخویف الدنیوی و عناد کفار، اینا منتظر چی هستن؟ منتظر نیستن مگر منتظر قیامت هستن، ان تأتیهم بغتا، که قیامت پیششون ناگهان بیاید. ولی آگاه باشید فقد جاء اشراطها، آمده علائم آن، نشانات آن. خدا می فرماید، اعلام می فرماید که نشانات قیامت آمده، اینا منتظر چی هستند؟ نشانات قیامت
در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم آمد و شروع شد. بعثت خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خودش یکی از علائم قیامت است. آن حضرت صلی الله علیه وسلم دستها را انگشتها را اینگونه اشاره فرمود، فرمود انا و ساعت که هاتین، من و قیامت اینچنین هستی، یعنی متصل. از نظر ما الان 1000 سال عمری هست، 2000 سال عمری هست، ولی الله عز و جل که برایش همه چیز مشخصه واضحه، لذا علامت قیامت اولی بعثت خود رسول الله هست و دیگه انشقاق قمر است. فقط جاء اشراطها، انشقاق قمر در مکه مکرمه اتفاق افتاد، این در مدینه هست. لذا تفسیر خازن و ابن کثیر اینجا نوشتن قال المفسرون من اشراط ساعت انشقاق القمر و بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم، از علائم قیامتی که دو نصف شدن ما هست و یکی بعثت رسول الله است. فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم، این جمله را اول ترکیبش را گوش کنید بعدا ترجمه کنید. فانا لهم خبر مقدم است، ذكراهم مبتدا مؤخر است. اذا جاءتهم این جمله معترضه هست، معنیش اینه که فانا ذكراهم، اینها فانا لهم ذكراهم، معنیش اینه که تذکر اون قیامت برای اونها چی هست. اذا جاءتهم، وقتی که بیاید اون قیامت، یعنی وقتی که اون قیامت بیاید اونها منتظر قیامت هستند، اما وقتی که اون قیامت بیاید فانا لهم ذكراهم، اینا چی میکنند؟ یاد اون قیامت، تذکر و یادآوری اون قیامت برایشان چه فایده ای دارد؟ چون اینها اعتقاد و باور به قیامت ندارند. خب اونها شرایطشون اون هست، اما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و مسلمانان اینها باید آمادگی داشته باشند. لذا الله می فرماید فعلم انه لا اله الا الله، شما یقین کنید. چند حالت الله تعالی برای اهل ایمان بیان فرموده، اول اینکه حالت اول مع الله، مع الله چگونه باش؟ لا اله الا الله، یعنی اعتقاد داشته باش که هیچ معبودی لایق پرستش نیست مگر الله، این حالت اول است. حالت دوم مع النفس، واستغفر لذنبك، و برای گناهت از الله معافی بخوا، مغفرت به طلب. حالت سوم مع الامه، مع الله، مع النفس، مع الامه، مع المؤمنین، وللمؤمنین والمؤمنات، همچنین مغفرت بخواه برای مؤمنین و مؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن. عنایت داشته باشید که فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. خب اون اولی ایمان است، یقین است، باور است، اما برای گناهانت مغفرت به طلب. در حالی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از گناه پاک است، معصوم است، اعتقاد اجماعی ما اهل سنت است. الله تعالی انبیا را از گناه محفوظ قرار داده، معصوم قرار داده. پس این استغفار به چه معنا هست؟ چند تا پاسخ اینجا ذکر کردند. یکی این که استغفار کنایه هست از شکست نفسی، از تواضع در مقابل
خدای تعالی پیامبر خدا باید این گونه باشد. تواضع داشتند، عابد بودند، حتی که چنان قیام و گریه های طولانی که عایشه را رحم می آمد، پاهای مبارک و رحم می کرد. عایشه عیناً همین سؤال کردند که یا رسول الله، مگر خداوند تمام گناهان گذشته و آینده ترا عفو نکرده؟ پیغمبر در جواب فرمود افلا اکون عبدا شکورا، من سپاسگزار نباشم؟ پس در مقابل الله عز و جل باید کسر نفس باشد. به این خاطر ذنب ذکر شد. یا اینکه مراد از ذنب و گناه زلات هستند، کارهای خلاف اولا هستند، زلات و لغزش هایی که اجتهادی هستند، اینها در واقع گناه نیست، از پیغمبر صادر شده، از پیغمبران صادر شده. خدای تعالی تذکرم داده در چندین جای قرآن مجید است. پس اونها را به عنوان ذنب ذکر می کند. اونها در واقع گناه نیستند، اجتهادات و لغزش ها هستند. سومین جواب این است که الله عز و جل پیغمبر خودش را دستور داد که مغفرتش را برای استغفار بخواند تا که امت یاد بگیرد. این در واقع برای تعلیم امت بود، و الا خود پیغمبر از گناه پاک است. پس اینجا علامه آلوسی نوشته الاستغفار و کنایت عما یلزمه من التواضع و هضم النفس. استغفار کنایه است از اون چیزی که بر پیغمبر لازم بود که تواضع بکند و شکست نفسی. کنایت عن التواضع و هضم النفس و الاعتراف بالتقصیر، و اعتراف به تقصیر کردن. اصل گناه نبود، فقط اینها را وانمود کردن بود. چرا؟ لانه صلی الله علیه وسلم معصوم و مغفور. رسول الله هم معصوم هم مغفوره. پس واستغفر لذنبک، به این خاطر است. یا عرض کردم به خاطر چی؟ به خاطر زلات و لغزشات، یا به خاطر امت. وللمؤمنین والمؤمنات، و همچنین مغفرت برای مؤمنین و مؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، الله عز وجل میداند متقلبكم. متقلب و مثوا یعنی گشتن شما را، و مثوا جای پناه شما را. بعضی گفتن متقلبكم فی الدنیا هست و مثواكم فی الاخرت است. بعضی گفتن نه، اینا هر دو در دنیا است. متقلبکم یعنی گشتن شما را در روز که کجا کجا میگردید، تجارت میکنید، کسب میکنید، نان در میارید. و مثواکم و قرار گرفتن شما را در شب، یعنی در روز چه حالتی داری، در شب چه حالتی داری، الله عز و جل همه را میداند. خب این بخش اول سوره بود که در این بخش عمده مباحث شما دیدید که تقابل بود بین صفات مؤمنین و صفات مشرکین، و همچنین جزای هر دو. در بخش دوم سوره بیشتر زجر و توبیخ برای منافقین هست که اونها می گفتند که ابتدا برای جهاد و برای جنگ با کفار مانور می دادند که زودتر دستور صادر بشه که ما بجنگیم، اما وقتی که جنگ فیصله شد و دستور داده شد، اونا می ترسیدند. معلوم بود که اونا همه بلوف بود، همه غیر واقعی بود. الله می فرماید و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره. می گویند کسانی که آمنوا، ایمان آوردند، لولا نزلت سوره، چرا سوره نازل نمیشه؟ سوره که در اون حکم جهاد باشه. ببین اینجا دو قول ما داریم. بعضی مفسرین گفتند که این و یقول الذین آمنوا مسلمانان هستند. مسلمانان و مخلصان، اونهایی که در مکه مکرمه
از دست کفار شکنجه شده بودند، اونها تمنا کردند. وقتی که سوره نازل شد و دستور جهاد داده شد، اونا کوتاهی نکردند، منافقین کوتاهی کردند. پس و یقول الذین آمنوا، اینا مؤمنین مخلص هستند، و اونجا رأیت الذین فی قلوبهم مرضون، اونها منافقین هستند. اما شیخ رحمه الله می فرما و یقول الذین آمنوا باللسان، اینا منافقین هستند. به ظاهر ادعا کردند سوره باشد، دستور جهاد باشد، آیه باشد که در آن دستور جهاد وجود داشته باشد. پس شیخ رحمه الله می فرما و یقول الذین آمنوا باللسان، یعنی این تقاضا کنندگان منافقین بودند. اونها می گفتن لولا نزل السوره، چرا سوره نازل نمیشه، سوره ای که در آن دستور جهاد باشد. فاذا انزلت سوره محکمه، زمانی که سوره محکمه نازل میشه، محکمه یعنی صریحه البیان، محکمه اونه که بیانش صریح است، واضح است، معناش هیچ خفایی ندارد، یا اینکه محکمه غیر منسوخه، دستوری که قابل نسخ نیست، به این خاطر نوشتن غیر و منسوخ صریحه البیان فی امر الجهاد. فاذا انزل سوره محکمه، وقتی که سوره محکمه و صریح البیانی نازل میشه، چنان سوره ای که فیها القتال، ذکر می شود در آن سوره جهاد در راه الله، جنگ کردن در راه الله. رأیت الذین فی قلوبهم مرض، جبن منافقین، الله می فرماید می بینی در دل کسانی که مرض هست، نفاق هست. ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت، نگاه می کنم به سوی تو مثل نگاه کسی که مغشی علیه هست، یعنی حالت غشی بر او آمده، کسی که غش بکند، بیحال بیفتد. چطور؟ فقط اون مردمه که چشمش در کاسه چشمش دور میزند، اینا همونطور از ترس، من الموت، از ترس مرگ، چنان ترسو هستند. الله میفرماید فاولا لهم، اولا لهم این جمله دعاییه هست، یعنی اهلکهم الله، خدا اینها را هلاک کند، هلاکت برای اونها. اولا لهم را روح المعانی نوشته هو فی الاصل دعاء علیه، در اصل دعایی هست به ان یرجع امرهم الى الهلاک، امرشون به هلاکت بکشه. والمراد اهلکهم الله تعالی، مراد این است اهلکهم الله تعالی، الا ان الترکیب مبتدا و خبر، اولا مبتدا است، لهم خبر است، هلاکت برای اونها. طاعت و قول معروف، الله می فرماید که طاعت و بندگی و قول زیبا و قول معروف خیر لهم، این هم خبرش مقدمه، اگر اینها طاعتی بکنند، قول معروفی بکنند، این برایشون بهتر است، نه نفاق، درنگی. فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، الله می فرماید وقتی که امر قطعی شد، امر یقینی شد، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، اگر اینها با خداوند صادق باشند. بنویسید اینجا در قول و فعل، یعنی وقتی که خدا دستور جهاد داد، اینها در فعل و در قول با خدا صادق باشند، راست باشند، نفاق داشته نباشند، لکان خیر لهم، این برایشون بهتر است. خب چرا؟ چون که اگر صداقت باشد، یکی از دو چیز عائدشون میشه، یا شهادت یا غنیمت. پس لکان خیر لهم، شهادت بشه مستقیم به بهشت میره، غنیمت بشه هم در دنیا غازی میشه و با دست پر برمیگردد. بله. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، بازم خطاب به منافقان است. همیشه
در راه جهاد سنگ اندازی این قشر میکنند، این قوم میکنند. الله تعالی اونها را خطاب قرار میده، فهل عسیتم، این استفهام استفهام تقریری هست، آیا در شما این توقع میرود؟ یعنی بله در شما این توقع هست و این امکانش هست که ان تولیتم، اگر شما تولیتم، اینجا دو معنا دارد، دو تفسیر دارد، یکی تولی به معنی پشت دادن، ای تولیتم عن الجهاد، تولیتم عن القتال، اگر شما به جهاد پشت بدهید، ان تفسدوا في الارض، یعنی این توقع می رود و این یک واقعیتی است که تفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامكم، شما در زمین فساد بپا کنید و قطع رحمی بکنید. معنیش چیه؟ معنیش اینه که بر اساس این تفسیر منافقین بهانه می کردن، بهانه‌شو این بود که نجنگیم بهتره، چون که اگر بجنگیم جنگیدن باعث چی میشه؟ باعث قطع رحمی میشه، اونا همه خویشاوندان ما هستن و جنگیدن باعث فساد میشه، خونها ریخته میشه، انسانها کشته میشه، خوب نیست. الله تعالی میفرماید که شما اگر اعراض بکنید از جهاد، ان تولیتم عن الجهاد، آیا امکانش نیست که شما فساد نکنید؟ چرا؟ شما بازم فساد میکنید، شما قطع رحمی، این قطع رحمی ها را که شما دارید، اما به خاطر اعلای کلمت الله میگه نکنیم. یا اینکه ان تولیتم، تولی به معنی چی هست؟ متولی شدن. اینجا متولی شدن به معنی تولی حکومت، تولی قدرت. الله تعالی میفرماید این علت حکیمانه، تفسیر اصلی همینه، علت حکیمانه جهاد است. جهاد برای چیه؟ برای این است که ان تولیتم، اگر شما متولی حکومتی بشید، شما به حکومتی برسید، ان تفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامكم، شما چون ایمان ندارید، منافق هستید، فساد در زمین بپا میکنید، قطع رحم میکنید، لذا جهاد مشروع شده تا امثال شما را چی بکند؟ اصلاح بکند، راست بکند، نگذارد به سوی انحراف. و واقعا جهاد هر جایی که هست، در هر شهری که هست، اونجا حتی همون کافر، همون مشرک از مجاهدین میترسد و طوری عمل میکند که مجاهد به خشم نیاید و ناامنی بیشتری درست نکند. در یک جایی گفتند یک حکومتی، گفتند حکومتی که هیچ اعتقادی نداشت به دین و به ایمان، ولی اونجا در جای جایش مجاهدین هستند، جهاد میکنند. یکی گفت که اداره اوقاف دستور داده 50 مسجد بسازند. گفت عجب، این حکومتی که اصلا دین ندارد، اعتقاد ندارد، نه اینکه لایک هستند، کمونیست هستند اصلا، و این که 50 مسجد داره میسازه، این میخواد به مجاهدین نشون بده، وانمود بکنه که ما هم مسلمانیم، ما هم دنبال اصلاح هستیم، دنبال طاعت و بندگی هستیم. لذا این علت حکیمانه جهاد است که جهاد که بشه جلوی فساد گرفته میشه، جلوی ظلم گرفته. ولی اینکه مجاهد به حکومت نرسند، ولی اینکه مجاهدین موفق نشوند، باز هم اهل حکومت به خاطر اینکه مردم بیشتر به طرف مجاهدین نروند، مردم بیشتر به اون طرف تمایل نشان ندهند، میرسن به دین مردم، به دنیای مردم، فساد کم میشه، اصلاح بیشتر میشه. اینا همه و همه به برکت چی هست؟ جهاد است. جهاد برکاتی دارد که هیچی ندارد، امنیت میآورد. جهاد فساد را از بین میبرد، قلدرها را سر جایشون مینشاند. اینا همه حکمت هاییستن که قرآن اینا را بیان فرموده. لذا الله میفرماید فهل عسیتم، این توقع در شما میرود و این امکان در وجود شماست که ان تولیتم، اگر به حکومتی برسید، اگر متولی اموری بشید، ان تفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامكم، در زمین فساد کنید، رحم راست
قطع کنید، قطع رحم بکنید. اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمى ابصارهم. این ثمره منافقین است، نتیجه است. اینایی که از جهاد میترسند، مانع تراشی میکنند، الله اینها را لعنت کرده، نفرین کرده از رحمت خدا به دور. فاصمهم، الله اینها را صم کرده. صم معنی اینه که الله تعالی اینها را ناشنوا قرار داده. و اعمى ابصارهم، و ابصارشان را نابینا کرده، به این معنی که الله تعالی قوات را، قوات درک را، قواتی که باعث هدایت و ایمان میشه، از اینها سلب کرده، مهر جباریت خوردند. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. بازم زجر، آیا اینها در قرآن تدبر نمی کنند، نمی اندیشند؟ ام على قلوب اقفالها، یا اینکه بر دلهایشان اقفال هست، یعنی قفلهای آن هست، که قفلهای قلوب هست که نمی توانند اونها هیچ چیزی را متوجه بشن، هیچ حق و مسئله حقی در دل قرار بگیرد. ان الذين ارتدوا، بازم صفات منافقین هست، و این اینجا عنادشون را الله تعالی ذکر فرموده. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الشيطان لهم الهدى الشيطان سول لهم. علت این عناد چیه؟ علت این اصرار بر کفر چیه؟ الله می فرماید به درستی کسانی که بر به پشت برگشتند، یعنی به کفر، به شرک، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه هدایت برایشون واضح شد، یعنی دلائل عقلیه و نقلیه برایشون گفته شد، دلیلش چیه که اینها با وجود دلائل، با وجود براهین، باز هم به سوی ایمان نمی آورند، به سوی کفر رفتند؟ الله می فرماید الشیطان سول لهم. سول لهم یعنی زین لهم. شیطان اعمالشون را برایشون آراسته کرد، شیطان اونها را هر عملی میکنه فکر میکنه من بهترین کار را میکنم. شیطان هست که برایشون تسویل و تزیین کرد، عمل کرد. شرک به جلوی چشم اونها بالاترین طاعت و عبادت است. و املا لهم، املا لهم یعنی امید و آرزو به طول حیات به اونها داد. املا لهم المعنى وعدهم بالبقاء الطویل، وعد لهم بالبقاء الطویل. شیطان برای اینها این آرزو بقاء طویل و زیاد در دنیا ماندن را در وجودشان دارد. این وقتی که انسان اینطور باشد، دیگه مرگ را به این زودی ها تصور نمی کند. خب، ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر. الله تعالی در اینجا یکی دیگر از نفاق منافقین را بیان می فرماید. و علت این همه کفر، این به دلیل این هست که کفار با مشرکین ارتباط دارند، با مشرکان هم دست هستند. ذلك بانهم، این به سبب این است که قالوا للذین کرهوا، قالوا بنس منافقین، للذین کرهوا بنس مشرکین و اهل کتاب، یعنی منافقین به اهل کتاب گفتند، به مشرکین گفتند. قالوا للذین کرهوا ما نزل الله، مشرکین و اهل کتاب را چه تعبیری کرده؟ الذین کرهوا ما نزل الله. ما اگر تعبیر ساده بکنیم میگیم دشمنان قرآن، اینا به دشمنان قرآن گفتند، به اونهایی که کریهو ما نزل الله، دوست ندارن اون چیزی را که خدا نازل کرده، نمی پسندن اون چیزی را که قرآن خدا نازل کرده، یعنی نه دشمن قرآن. پس منافقین به دشمنان قرآن گفتند، یعنی به مشرکان گفتند، به یهود گفتند. چی گفتند؟ سنطیعکم فی بعض الامر،
در بعضی از امور ما از شما اطاعت میکنیم، ما به ظاهر اونجا با مسلمان ولی ما از شما اطاعت میکنیم. الله میفرما والله یعلم اسرارهم، الله میداند نقشه های مخفیشان را. اسرار به چی معنا هست؟ نقشه های مخفیشان را الله عز و جل خوب میداند. حال تخویف دنیوی وقتی که این حالت برایشون بیاید چه خواهد بود؟ چه حالتی خواهند داشت؟ الله می فرماید فکیف اذا توفتهم الملائکه، چه حال و احوالی خواهند داشت وقتی که ملائکه آنها را بمیرانند، وقتی که روحشان را بگیرند. یضربون وجوههم و ادبارهم، میزنند چهره هاشون را و پشتشان را، یعنی با شدت و با خشونت روحشان را قبض می کنند. از آیه هم همین معلوم میشه، از احادیث هم معلوم میشه که وقتی که ملک الموت بیاید میگه یلا روحت را در بیار و میزنه او را با خشونت با شدت تمام. چرا این برخورد میشه؟ ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله، به سبب اینکه آنها پیروی کردند. ما اسخط الله بنویسی طریقه، اون روشی را، اون طریقه را که الله را به خشم میارد. و کره رضوانه، و رضایت الله را دوست ندارند، نمیپسندند. یعنی عقاید و اعمالی که موجب رضایت الله باشد. رضایت الله را هر کسی میخواد، خدا از من راضی باد، ولی اینها اون عقایدی، اون اعمالی، اون دیدگاهایی که خدا راضی میشه اونها را چی دارن؟ دوست ندارن. فاحبط اعمالهم، پس الله اعمالشان را تباه کرد، نابود کرد، اعمالشون از بین رفت. ام حسب الذين في قلوبهم مرض لن يخرج الله اضغانهم. این سوره عرض کردم بخش دومش همش زجر برای منافقین، توبیخ، سرزنش، باز هم زجر و سرزنش ادامه دارد. الله می فرماید آیا می پندارند کسانی که در دلشان مرض، در دلهایشان مرض هست، یعنی منافقین، می فکر می کنند که لن يخرج الله اضغانهم، خداوند اون حقد و کینه های دلیشون را هرگز ظاهر نمی کند. یعنی منافقین فکر می کنند که خدا هرگز نشان نمیده که چقدر اینها با مؤمنین عداوت دارند. خیلی جاها منافق ظاهر خودش را حفظ می کند ولی بعضی جا از کور در می رند. امروز هم همین طوره، نه؟ بعضی جاها خدا تعالی نشون میده که این چقدر بغض داره، چقدر کینه داره، چقدر عداوت داره. لذا الله تعالی اینجا همین وعده را فرموده که خدای عزوجل کینه های اونها را، عقده های اونها را گاهی نشان میده تا همیشه نمیمانند اونطوری که اونها میخواند. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض الَّن يخرج الله اضغانهم، آیا می پندارند که هرگز خدا ظاهر نمی کند، در نمی آرد حقد و عقده های اونها را؟ خدای تعالی می فرماید که به وسیله این عقده ها اونها نشون می دن خودشون را. اینجا الله می فرماید اگر ما بخواهیم لیست اون منافقین را، اسامی اون منافقین را به شما می دهیم، ولی نه، شما با صفات میشناسید اونها را، با علائم اونها را میشناسید. همین علائمی که خدای تعالی بیان فرمود، گاه گاهی از کوره در میرفتند، یا گاه گاهی چاپلوسی میکردند، چرب زبانی میکردند، بله و جان و قربانشون به قدری بود که هر کس میدونست این ظاهریه، این نفاقه، این از ته دل نیست. امروز هم همین طوره. یعنی خیلی از افراد هستند میان اخلاص خودشون را نشون میدن،
ولی الله عز و جل نشون میده که اینها مستهدل نیست، چون اندک موضوعی پیش میاد میبینیم اونطور که ادعا میکرد نیست. الله میفرماید ولو نشاء لاریناکهم، اگر ما بخواهیم به شما نشان میدهیم آنها را، فلعرفتهم بسیماهم، البته شما میشناسید آنها را با سیمایشان، با علائمی که در وجودشان هست. ولتعرفنهم فی لحن القول، شما حتما حتما اونها را میشناسید در لحن قول، در لحن سخنشان. والله یعلم اعمالکم، این ترغیب الی الاخلاص است، خدا اعمال شما را میداند، لذا شما هر کاری میکنی برای خدا انجام بدی، با خدا باشید. خب اونجا علت حکیمانه جهاد بود، اینجا علت حاکمانه جهاد است. ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم، الله می فرماید که ما حتما شما را می آزماییم، بنویسی با امور شاقه، با امور مشکل، گاه گاهی امتحان خدا میاد، خیلی سختم میاد. حتی نعلم المجاهدین، این امتحان میاد به خاطر چی؟ حتی که ما مجاهدین را بشناسیم؟ نه، خدا که از قبل میشناسد. علم گفتیم به معنی چی هست؟ ظهور. حتی نعلم المجاهدین، حتی که ظاهر بکنیم، مشخص و نشان بدهیم مجاهدان را از شما، و صابرین، کسانی که صبر میکنند در راه خدا، در راه سخت. و نبلو و اخبارکم، و اخبارتون را بیازماییم شما چقدر صادق هستید در ادعای ایمان. اما صفات مشرکین، مؤمنین اونجا استقامت از خود نشان میدن. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بدون شک کسانی که کفر کردند، باز داشتند از راه خدا، و شاقوا الرسول، و مخالفت کردند با رسول، من بعد ما تبين لهم الهدى، این مخالفت هم بعد از اینکه هدایت برایشون واضح شد، یعنی دلائل عقلی و نقلی آمد. لن يضر الله شيئا، اینها با این عمل کرده خودشون، با کفر، با صد عن سبیل الله، با مشاقت رسول، مخالفت رسول، هرگز آسیب و ضرر نمی رسانند به خدا چیزی، خداوند عزوجل متضرر نمیشه، خود اینها متضرر می شوند. و سیحبط اعمالهم، اعمالشان حتما برباد میشه، حتما تباه میشه. کدوم اعمال؟ منظور اینه که اون توطئه ای که در راستای مخالفت با رسول الله و با دین رسول الله انجام دادند، اون توطئه ایشون خونسا میشه، به این معنی هست، به جایی نمیرسد. و سیحبط اعمالهم، ببین تفسیر نصفی نوشته سیحبط اعمالهم التي عملوها في مشاقة الرسول، اون اعمالی که اونها در مخالفت رسول الله انجام دادند، اون اعمال چی می شود؟ نابود میشه، از بین می رود. ای سیبطلها، خدای عزوجل او را باطل می کند. فلا یصلون منها الى اغراضهم، اینها به اهداف شومشان هرگز نمیرسند. پس معنای سیحبط اعمالهم این است که هرچی پول خرج کنه، هرچی مال خرج کنه، توطئه بکنه، جلوی دین را بگیره، همه نابود میشه. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، تشجیع علی القتال است، ترغیب به سوی جهاد است. ای مؤمنان، اطاعت خدا کنید و اطاعت رسول خدا. ولا تبطلوا اعمالکم، اعمالتان را شما باطل نکنید.
اعمال با چی باطل میشه؟ با ارتداد، با ریا، با نفاق، با مخالفت رسول، با شرک. یعنی از این کارها هیچ کدوم را نکنید. ولا تبطلوا اعمالکم. ببینید چطور اعمال کفار باطل شد، کفار چطور ضایع شدند. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بدون شک کسانی که کفر کردند و باز داشتند از راه خدا. ابتدای سوره عرض کردم صدو دو معنا دارد، یکی خودشون باز آمدند، یکی دیگران را باز داشتند. ولی اینجا معلوم میشه دیگران را، چون خودشان کفرو هست و صدو میشه دیگران را. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بدون شک کسانی که کفر کردند باز داشتند دیگران را از راه خدا. ثم ماتوا وهم كفار، سپس مردند در حالی که آنها کافر مردند. ثمره، نتیجه، خساره اخروی، خساره ابدی. فلن یغفر الله لهم، هرگز خدا اونها را نمیبخشد، برای همیشه اینها در جهنم. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون. خدای تعالی می فرماید که شما سست نباشید در جهاد. و تدعو الى السلم، این ضعف است، ضعف از خود نشان ندهید. به چه معنا؟ که فرا نخوانید دشمن را به سوی صلح، به سوی صلح. و انتم الاعلون، شما برترید. ببینید کسی که پیشنهاد صلح بده دلیل چیش هست؟ ضعفش هست. دلیل مشکل داشتن در امر جهاد و در مبارزه هست. لذا خدای عزوجل میگه مسلمانان را که شما قوی باشید، شما مرد باشید، شما بزدل و ترسو نباشید، شما به سوی صلح، به سوی مذاکره دعوت ندهید، بذارید دشمن دعوت بده. معنیش اینه. اما ببینید الحرب خدعه، در واقع جنگ یک تاکتیک هست. اگر علما نوشتن اگر یه وقتی شرایط طوری پیش می رفت که ما شرایط ادامه جنگ را نداشتیم، هم از نظر امکانات، از نظر اسلحه، از نظر قدرت، از نظر اقتصاد، نیاز به عرض کنم که تجهیز داریم، نیاز به آمادگی داریم، باید آتش بس باشد، در این صورت مسلمانان می توانند، امیر مسلمانان می تواند که پیشنهاد صلح بده، پیشنهاد مذاکره بده. التفات فرمودید؟ ببینید عبارت امام ابن کثیر رحمه الله را. فاما اذا الكفار فيهم قوه، اما وقتی که کفار در میان، در وجود کفار قوت باشد، یعنی کفار قوی ترند و کثره، کفار زیادترند، بیشترند، کفار جمعیت انبوهی دارند، اما مسلمانان اندکند. کثره بالنسبت الى جميع المسلمین، نسبت به همه مسلمانان. و را الامام فی المهادنه، و امام چی را مصلحت میبیند؟ مهادنه را، یعنی صلح را و المعاهده و عهد و پیمان را مصلحت میبینه که با اونها پیمان ببندد، با اونها دیگه بیشتر نجنگد. فلهو ان یفعل ذلك، برای امیر مسلمانان این اجازه هست این کار را بکند. میدوند اگر جنگ را ادامه بده هم مسلمانان تلف میشند، از بین میروند، نابود میشوند. کما فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم حين صده کفار قریش عن مکه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم
وقتی که میخواستند به سوی مکه بروند در سال ششم هجری، کفار قریش جلوی رسول الله را گرفتند، نگذاشتند که به عمره تشریف ببرد. دعوه الى الصلح و وضع الحرب، دعوت دادن ایشون را به صلح و گذاشتن اسلحه جنگی. آن حضرت صلی الله علیه وسلم پذیرفتند. صحابه عصبانی شدند، صحابه ناراحت شدند. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اعتراض کرد، دیگران اعتراض کردند، اما شرایط طوری بود که در اول سوره فتح میخوانیم انشاءالله، شرایط طوری بود که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ترجیح دادند شرایط را بپذیرند. بنابراین این که خدای تعالی فرموده که شما سست نباشید و شما به سوی صلح فرا نخوانید، زمانی هست که شما بر قوت هستید، زمانی هست که شما وضعیتون خوبه، امکاناتتون خوبه و شما برتری دارید. لذا الله می فرماید و انتم الاعلون، شما برترید این در دنیا. والله معكم ولن يتركم اعمالكم. علت اینه که خداوند با شماست. ولن يتركم اعمالكم، هرگز ضایع نمیگرداند اعمال شما را، هرگز ضایع نمیگرداند اعمال شما را. یعنی خداوند عز و جل، خداوند تعالی اعمالتون را ضایع نمی کند، اعمالتون عرض کنم خدمت شما که نتیجه می گیرید. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. حال اون چیزی که مانع جهاد است و جلوی جهاد را می گیرد، الله تعالی اون بیان می فرماید. چیزی هست، الله می فرماید انما الحیات الدنیا لعب و لهو، زندگی دنیا بازیچه و لهو و بیهودگی هست. این موضوع باعث میشه که انسان به جهاد نرود، دل ببندد به دنیا. وقتی که انسان دل ببندد به دنیا، دل خوش بکند به دنیا و دنیا هدف قرار بگیرد، دنیا مقصد قرار بگیرد، خب مسلمه جهاد کردن سخت میشه، چون هدف از دست میره. هدف چیه؟ دنیاست. هدف از دست میره. اما اگر هدف رضایت مولا باشد، اون وقت جهاد و جنگ با کفار آسان میشه. لذا الله میفرمایه انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم. صفات را بیان می فرماید. الله می فرماید اگر این صفات را داشته باشید، الله تعالی به شما اجر میده، به شما پاداش میده. و این تؤمن، اگر مؤمن واقعی باشید، و تتقو، بترسید از خدا. تتقو نوشتن اسادید ان ترک القتال، بترسید از ترک کردن جهاد، جهاد را ترک نکنید، در راه خدا بجنگید با کفار. یؤتکم اجورکم، الله پاداش شما را میدهد، مزد شما را میدهد. ولا یسألکم اموالکم، خداوند تمام مال شما را از شما نمیخواد. درسته که شما به دنیا دل نبستید، ولی همه مال را در راه خدا دادن سخته. هر کس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نمیشه. ولا یسألکم اموالکم، خداوند بخشی از مال را که میخواهد، اموالکم بالاش بنویس تمام اموال. خداوند تمام اموال را از شما نمیخواهد که همه مالتون را بیارید در راه من مصرف کنید، نه. این یسألکموها فیحفکم تبخلو، اگر الله تعالی اون مال را بخواهد، همه مال را، فیحفکم مبالغه کند، اصرار بورزد، حتما بیارید، همه را بیارید. تبخلو، الله می فرماید در اون صورت شما بخل می کنید، بخیل می شید، نمی دید. و یخرج اضغانکم، اون وقت بیرون می کند خداوند کینه ها
و کراهت مخفی شما را، این که مخفیانه نمی پسندید این چیز را، این خود به خود چی میشه؟ ظاهر میشه. اما الله تعالی به اندازه معقول از شما میخواهد که مال در راه خدا مصرف کنید. در پایان این سوره زجر است بر منافقان. الله عز و جل می فرماید ها انتم ها اولائی تدعون لتنفقوا فی سبیل الله. آگاه باشید، خبردار، شما اینهایی که مخاطبین قرآن هستید، تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، فراخوانده می شوید تا که انفاق کنید در راه الله، در راه الله مال خرج کنید. اما شما برعکس، فمنکم من یبخل، بعضی از شما هستید که بخل میورزید. اما بدانید که این بخل به چه کسی ضرر میرساند، به چه کسی آسیب میرساند؟ به خودتون. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، هر کسی بخل کند در حقیقت اون بخل کرده از نفس خودش، یعنی به خودش ضرر رسونده. والله الغنی و انتم الفقراء، خداوند بی نیازه، خدا نیازی به مال شما نداره، شما اید فقیر. الغنی عن کل شی، الفقیر بکل شی، خدا از هر چیز بی نیاز است و شما فقیر هستید. در هر آن، در هر لحظه، در هر نفس کشیدن محتاج خدا هستید. و ان تتولوا، بنویس انتباه آخر یا تذکر آخر. خداوند در پایان موضوع جهاد یه تذکر سختی میده. الله میفرماید و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر شما پشت بدهید، خطاب منافقین راست، اگر شما پشت بدهید، اگر شما اعراض کنید از جهاد، اگر بترسید، بزدل باشید، یستبدل قوما غیرکم، خداوند تبدیل میکند شما را به قومی که غیر از شما هستند، یعنی به جای شما، شما را میبره، شما را جارو میکنه، به جای شما میاره یک قومی غیر از شما، چنان قومی که ثم لا یکون امثالکم، سپس اونها نمی باشند مثل شما، مثل شما نیستند. یعنی مثل شما در چی نیستند؟ چه صفاتی ندارن؟ بنویسی بخیل و بزدل، چون اینجا دو چیز الله تعالی، یکی بخل و یکی جبنشون را ذکر فرمود. لذا مثل شما بخیل و بزدل نیستند، اونها هم در راه الله انفاق میکنند و هم نمیترسند. این سنت الهی است، هر قومی که قدردان نباشد، هر قومی که در انجام وظیفه ضعف نشان بدهد، الله عز و جل میبرد او را و قوم دیگر را جایگزین میکند که اون قوم دیگر صفات خوب و زیبایی خواهد داشت.